سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت یک بعد از ظهر پایتخت آمریکا، 9:30 دقیقه شب به وقت تهران. در این شماره از برنامه تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در استرالیا روی داد. یک روحانی پیشتر شیعه و سپس اهل سنت سنی باعث اقداماتی تروریستی شد که 3 کشته از جمله خود وی بر جای گذاشت. گروگانگیری در استرالیا و پیامدهای آن، گسترش عملیات تروریستی در منطقه، سوابق گروگانگیری در ایران توسط گروه‌های وابسته به حکومت ایران نیز در دیگر کشورها از جمله لبنان نگاهی می‌اندازیم در این زمینه و در ادامه برنامه همچنین نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در عرصه فساد مالی در جمهوری اسلامی. آقای رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی میگوید آنچه که به عنوان فساد ملی این روزها مطرح است تنها نوک کوه یخ است و ذره ای از دریا. آقای رفسنجانی همچنان میافزاید که ما به خاطر جلوگیری از بهره برداری دشمنان همه فسادهای مالی را افشا نمی کنیم و همزمان آنچه که در زندانهای جمهوری اسلامی میگذرد، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش می‌دهد که ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. مهدیه گرو و دیگر فعالان حقوق بشر نیز در زندان چه روزگاری را سپری می‌کنند. با من و شما هستند در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار، و برای نخستین بار در دور تازه تفسیر خبر با من و شما هستند آقای بیژن صفصری، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر نشریه پرتیراژ ایران مهر در واشنگتن بزرگ، مریلند، واشنگتن و ویرجینیا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز سلام به شما. درود بر شما جناب چلنگی و جناب صفصری که مایه افتخار است، در خدمتشون هستم و بهشون تبریک میگم راه اندازی روزنامه رو، و همچنین درود بر کلیه بینندگان و شنوندگان شبکه جهانی ایران فردا در هر کجا که هستن، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای صفصری گرامی، خوش آمدید به نمایندگی از بینندگان برنامه، به شما خوش آمد و سلام. سلام دارم خدمت شما آقای چلنگی و جناب آقای محمدی عزیز و استاد عزیزم. خیلی ممنون از این که این وقت رو من دادیم که در خدمت شما بینندگان محترم باشم. از شما سپاسگزار هستیم برای حضورتون در برنامه. آقای محمدی عزیز، ببینید این چی که در سیدنی استرالیا رخ داد، عملیات گروگانگیری و پیامدهای اون، چی که در پاکستان روی داده، کشتار در یک مدرسه توسط طالبان، اون چی که داعش انجام میده، اون چی که در سوریه میگذره، اون چی که بوکو حرام انجام میده، اون چی که بر همه جاهای دیگه و بسیار متاسفانه خیلی ها بر این اعتقادن، از زمانی که قرائت های مختلفی از اسلام الان در جاری هست، اینها همه ریشه در
چیزی داره که حکومت ایران بیداری اسلامی مینامه و مدعی است که با انقلاب اسلامی اینو بیداری در جهان اسلام پدید اومده. نتیجهش همین چیزاست که میبینیم. تفسیر شما رو میشنویم. این نظریه آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که اشاره میکنیم به بیداری اسلامی، همین چیزی که گفتم در منطقه و بقیه جهان میبینیم، حتی در لندن شما بریدن سر سرباز انگلیسی وسط روز در خیابان. والا جناب شلنگی، من نمیدونم که چجوری میشود چنین اتفاقات اسفناک و دردناکی رو به عنوان بیداری اسلامی ازش یاد کرد. آخر چگونه میشود که انسانهای بیدار بشوند و بعد دست به ترور و وحشت و گروگانگیری و آدم کشی بزنند؟ خب حالا وقتی که بحث میکنند میبینیم که گروه های مختلفی در سراسر منطقه و در کشورهای دیگر دائما دارن مثل قارچ از زمین سبز میشن و دست به چنین حرکاتی میزنن، دست به حرکات تروریستی میزنن. اگر ما یادمون نرفته باشه، همون اسلامی که دوره اسلام خفته بوده لابد دیگه، حالا که میگن بیداری هست، حتما اسلام خفته بوده، جهان مهربانتری داشت، اسلام مهربانتری داشت. در کشور خودمون هم اسلام رو داشتیم، هر کس هم دین و مذهب خودش رو داشت و هیچ اهانتی هم به اسلام در واقع نمیشد، نه تنها اهانت نمیشد، بسیار هم احترام داشت. اما از روزی که آمدند و اسلام سیاسی رو برپا کردند، از روز ورود آقای خمینی، به اعتقاد من ریشه تمام این داستان‌ها بر میگردد به اونجا. اسلام سیاسی رو درست کردن که حرفی جز کشتار و جز گروگانگیری و جز آتش زدن و جز انفجارهای انتحاری نداشت. یادمون نرفته که قبلا اگر هم فرض بکنید گروگانگیری انجام میشد، فلان هواپیما رو 4 فلسطینی مثلا میدوزیدن، شرطشون این بود که فرض بکنید 2 میلیون دلار بدید یا 20 نفر از زندانیان ما رو آزاد بکنید تا ما این هواپیما رو آزاد بکنیم. کسی به خودش بمب نمی‌بز که مثلا انفجار انتحاری انجام بده. اما الان جوری شده است که واقعا جهان داره امنیت خودش رو از دست میده. ما اینجا وسط لندن فرض بکن در آندرگراند و اون مترو که نشستی، نمیدونی که بغل دستید ممکن است به خودش بمب بسته باشه، هم خودش رو بکشه هم دیگران رو بکشه، که این اتفاق در سال 2007 اتفاق افتاد. حالا نگاه میکنیم میبینیم شخصی که حالا بنده باورم نمیشه، البته این آقا که لباس روحانیت مذهبی رو در بر کرده و در سیدنی استرالیا دست به چنین کاری زده، سال هاست که در استرالیا اقامت داره، این رو هم نمیشود به تمام ایرانیان نسبت داد. اما کلن آنچه که واقعیت هست این استش که نظام جمهوری ولایت فقیه به هر حال از تمام گروه های تروریستی حمایت کرده است و حالا طبیعی استش که برخی گروه ها سر از خاک بلند کنند، گروه های مانند داعش و غیره، که واقعا وقتی آدم میشنوه خب شرمش میشه که اصلا از چیزی به نام اسلام بیداری، اونم اسلام خیلی خیلی خنده داره واقعا، بخواد یاد بکنه. میبینیم در پیشاور پاکستان حمله میکنند به مدرسه، متجاوز از 120 نفر رو میکشند که چرا درس میخونی. من وقتی این خبر رو شنیدم یادم افتاد که در زمانهای گذشته، خب میدونید قبل از رضا شاه اجازه نمیدادن کسی مدرسه بره، تازه آنچه که رضا شاه انجام داد به زور توانست حتی پسرها رو، مردها رو، بچه ها رو، پسر رو به مدرسه بفرسته. این هستش که بسیار بسیار جناب چلنگی، من آینده رو خطرناک میبینم. اگر جلوی این حرکات گرفته نشود به هر شکل، حالا وقتی که تا حرف میزنی فورا میگوین آقا باید نمیدونم حمله کرد و غیر و ذالک، راه های حتما داره. ولی میبینیم جلو چشمون آقای بشار اسد 200,000 نفر، متجاوز از 200,000 نفر رو در عرض 2-3 سال میکشه، کسی بهش حرفی نمیزنه. بعد میبینیم هر روز در یک گوشه دنیا یک چنین اتفاقی میفته. جهان اگر بخواهد
مخصوصا دولت آمریکا، دولت آقای اوباما، که من فکر نمی کنم این برنامه واقعا تدوین شده و درست و با جرأت رو داشته باشه که جلوی این کار رو بگیره. اگر بخواهند جلوش رو بگیرن، فقط یه جمله اضافه کنم، آقای تونی بلر چندی پیش که مسئله داعش پیش آمد یک مصاحبه 3 دقیقه‌ای کرد، جواب بسیار از نظر من مهم بود، گفتش که بعضی از کشورهای غربی و بعضی از هموطنهای خودمون در بریتانیا میگویند که آقا به ما مربوط نیست، یه گروهی در یک کشور دیگه کاری رو داره انجام میده، آدم ها رو میکشه و ایزدی ها رو میکشد و زنان رو گروگان میگیره میفروشه. ولی ایشون اظهار عقیده کرد که بالاخره اینها پای ما رو هم وسط خواهند کشید، بنابراین باید جلوش رو بگیریم. من هم فکر میکنم باید جامعه جهانی فکری بکنه که جلوی این چنین حرکات گرفته بشه. آقای صفصری عزیز، من یک نکته رو اضافه بکنم که نشریه ایران مهر کار تازه آقای صفصری از بینندگان عزیز دارای مقالات نوشته های بسیار هستند، در چه در داخل ایران و چه در ایام مهاجرت ناخواسته که ناچار به ترک ایران شدن، در مطبوعات گوناگون فعالیت داشتن، در سمت های مختلف هم از سردبیری و یا مقاله نویسی و زمینه های دیگه. فرصت هم هست از ایشون بپرسیم که آقای صفصری، بیننده های ما الان که میشنوند شاید مایل باشن که مراجعه کنن به وبسایت شما، من اطلاع دارم در جریان هست ساختنش، یا وبسایت مجله شما؟ از آن حضورتون که با سلام مجدد، خیلی ممنون از این که یادی از نشریه ما که در حال یک تلاشی در حد روز هستش در این منطقه در این انجام میدیم. بله، به دلیل این که این نشریه چاپی هستش و در دسترس هموطنان عزیزم در این منطقه قرار بگیره، سایت زیاد برای ما توجیه پذیر نبود، متوجه میکنیم که میخواستیم به از طریق آگهی ها بقای نشریه رو حفظ بکنیم، قاعدتا باید نشریه در دسترس قرار میگیره به صورت چاپی و سایت این امکان رو میگرفت که مردم نشریه رو بر نداره. ولی با این همه بله، ما اخیرا اقدام کردیم برای تاسیس یک سایت که از 2 شماره قبل همیشه دستر خواهیم بود. بسیار خوشحال هستیم، بسیار خوشحال هستیم. این توضیح رو برای بینندگان بدم که در خارج از ایران در آوردن نشتی از جهت بسیار لذت بخش هست، این که آدم آزادی بیان داره، آزادی انتخاب داره و آزادی عمل داره، اما از جهت بسیار طاقت فرسا هست، خصوص این که وقتی یک تنه آدم چون این کاری بکنه مثل نشه ایران مر و آقای صفصری عزیز، کار بسیار ارزشمندی هست در آوردن نشریه‌ای که در جهت مصالح و منافع مردم سخن. آقای صفصری عزیز، پرسش همین هست، اونچه که بیداری اسلامی در جمهوری اسلامی خونده میشه، البته پیش از اون رو من اضافه کنم که استفاده از دین اسلام برای مقابله به عنوان هر وسیله، خب این استفاده بارها شده بود، از جمله مسلمانان افراطی که جمع‌آوری شدن برای مبارزه با شوروی در افغانستان و بعد از فروپاشی شوروی اینها به چه شکلی در اومده، از جمله یکی همین القاعده و بقیهشون هست. ولی اون چیزی که بیداری اسلامی خونده میشه رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ از آن موضوعتون که شکی نیستش که بیشتر خیال پردازان تاریخ عقاید خودشون رو تحت لوای دین و زیر پوشش اون اعلام کرد. بعد از انقلاب فرانسه تغییر در این ایدئولوژی خیال پردازانه شاهد هستیم که در موارد بسیار مشخصش از شعائر مذهبی به عنوان منبعی برای نمادهای تخیلی خود استفاده میکنند. در نتیجه واقع‌گرایی گروه‌های سیاسی از بین میره، نمونه های زیادی هم از این خیال پردازی ها در تاریخ وجود داره، مثل خیال پردازی ژاکوبین در مورد احیای جمهوری روم
خیال پردازی موسولینی در مورد احیای امپراتوری باز روم و هیتلر برای بازگرداندن عظمت هزار ساله ژرمن ها. در دوره جدید ما شاهد خیال پردازی گروهی هستیم به نام اسلام که سرمنشه اون جمهوری اسلامی، ولی با همه اینها وقایعی که امروز داره اتفاق میفته ناشی از عملکرد بدی هستش که در واقع میشه گفت جهان غرب در مقابله با گروه فرودست باورانی که در منطقه خاورمیانه داشته و فکر میکردن که با مقابله با این قضیه میتوانن آب رفته از جون را برگردن. این آب رفته از جون منظورم دقیقا کرامت انسانی است، کرامت انسانی که به واقع امروزه ما کمتر شاهدیم، حتی در متمدن ترین کشورهای جهان امروز که حرف از تمدن میزنن. نمونه بارزش میتونم اشاره بکنم به گزارش سنای آمریکا در رابطه با شکنجه‌ای که سازمان سیا داره انجام میده. معلسف چیزی که الان در سیدنی داره اتفاق میفته تبعات خیال پردازانه کسانی هستش که فکر میکنن تحت لوای دین میتونن اون چیزی که به دور از واقعیت هست پیاده بکنن. یک نکته جالبی من در این قضیه دیدم که یک فیلمی از اون آقایی که در حال به عنوان شیخ هارون خودشو معرفی کرده و قبلا هم روحانی بوده و در قم تحصیل میکرده، ایشون در یک مجلسی داره صحبت میکنه که آقای کروبی هم داره صحبت میکنه. ترس همه الان همینه در داخل کشور، خصوصا کسانی که به عنوان اصلاح طلب معرفی میشن، که نکنه این فیلم که الان بازتاب زیادی هم پیدا کرده فردا منتسب بشه به گروه طرفداران اصلاح طلب آقای کروبی و غیره و زاده. اما ذات قضیه در جای دیگه هستش، در همون قومی هستش که امروز مرکز فساد هستش و این آقای شیخ هارون اینقدر به لحاظ فساد روحی به جایی رسیده که تمام ادیان اسلامی بنا به گفته تمام مصاحباتش که توی یک برید داره یک روزه داره پخش میشه همه رو ترهایی میکنه و آخر به نتیجه میرسه که باید جزو گروه القاعده و منشعبات اون مثل داعش بشه. حتی خبر دارید که یکی از تقاضاهای این آقا این بودش که پرچم داعش رو به اینا برسونن در مقابل یک گروگان میخواست آزاد بکنه. در حال این همه تبعات خیال پردازانه کسانی هستش که تحت لوای دین میخواهند جامعه و دنیا رو دگرگون کنند و زهی خیال داده. خب آقای محمدی، ببینید خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده و این عملیات رو محکوم کرده، گفته ما قبلا در به دولت استرالیا گفتیم راجع به سوابق شیخ هارون و نکته‌ای رو به کار برد که بله این عملیات دور از قرائت رحمانی از اسلام است. ما تردیدی نداریم که قرائت های مختلفی وجود داره، نه تنها از اسلام، از ادیان مختلف، قرائت های رحمانی، شیطانی و قرائت های دیگه. اما این که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین حرفی رو میزنه که گویی از روز نخست تا به امروز آنچه که قرائت رحمانی انجام خونده میشه رو رعایت کردن، این خب تعجب برانگیزه. قتل های بسیار انجام شد. یکی از فجیع ترین عملیات انجام شده با تکیگاه اسلام سیاسی با قرائت آیت الله خمینی و بقیه، آتش سوزی سینما رکس آبادان. کسانی که متهم به این کار هستند جمله آقای هادی غفاری امروز اصلاح طلب شدند.
همین وزارت خارجه برگردن قاتل دکتر شاپور بختیار گل انداخت و سخنگوی اون وقت وزارت خارجه به استقبال وکیلی راد رفت قاتل شاپور بختیار. و سر دیگه کسایی که کشته شدن در خارج از ایران از فریدون فرخزاد، تیمسار اویسی، دکتر سیروس الهی، سرهنگ بای احمدی، کاظم رجوی و بسیار دیگه، خلبان محمدی و و و, و همینطور به شرفکندی قاسم بود. چون این حرفی از زبان سخنگوی وزارت خارجه حکومت فقیه تا چه اندازه بازتاب واقعیت است و تا چه اندازه ریاکاران. حضورت رو عرض کنم، چون اشاره فرمودید به این قتل‌های خارج از کشور، اجازه بدید فقط این نکته رو عرض بکنم که اون موقع که در روزنامه کیهان خب فعال بودم، اون روزنامه کیهان هم فعال بود، آماری که ما جمع کرده بودیم 148 نفر رو در واقع در خارج از کشور به قتل رسوندند توسط جمهوری اسلامی و مامورین جمهوری اسلامی. موقعی شد که وقتی رأی دادگاه میکنو صادر شد در 1997، همون موقع بود که سفرهای اروپایی از ایران بازگشتند و ماجرای 2 خرداد پیش آمد و مسئله اصلاحات غیره و ظالم. اما اینی که میفرمایند قرائت رحمانی از اسلام نداشتند خیلی جالبه. حضرت عالی یک گوشه‌ای رو اشاره کردید، در همان جریان انقلاب، در همان مسیری که داشت انقلاب انجام میشد، هنوز آقای خمینی بر سر کرسی ریاست و قدرت ننشسته بود، حوادثی شروع شد که ما یک باره مواجه شدیم در 28 مرداد سال 1357 با آتش‌سوزی سینما رکس آبادان که جناب صیاد به خوبی اون رو در واقع به تصویر کشیدن در نمایشنامه‌ای که داشتن. خب 400 نفر رو به آتش کشیدن. بحث قبلش مسئله آقای شمس‌آبادی بود و چیزهای دیگر. و این آقا و این خانم سخنگوی وزارت خارجه باید بگوید اون قرائت رحمانی از اسلام که میگوید و بهش اشاره میکند چطور استش که با گروگانگیری سفارت آمریکا و گروگانگیری با اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی، مگر چنین قرائتی قرائت رحمانی است؟ آیا قرائت شیطانی نیست؟ و بعد غیر از اون ببینی همین الان که حالا هی میگوین در فلان کشور فلان اتفاق افتاد، گروه تکفیری ها رفتن فلان، مگر همین اسید پاشی ها در خود ایران انجام نمی شود؟ حالا تازه آمده از قوه قضاییه میگوید 2 نفر رو که به یک دختری در تهران اسید پاشی کردن دستگیر کردن. حالا چه حادثه بوده، حادثه کوچکی رو دارن بزرگش میکنن، اما در اون اسید پاشی های اصفهان هنوز که هنوز است در پرده است و خیلی راحت گروه انصار حزب الله، سازمان بسیج، آقای نقوی میگوید ما مأمورین امر به معروف و آمران امر به معروف و ناهیان نهی از منکر هستیم و باید چنین کارهایی را انجام بدیم. امام جمعه موقت تهران آقای احمد خاتمی میگوید برای اینکه وضع حجاب درست بشه باید خون ریخته بشه. آیا قرائت واقعا رحمانی از اسلام چنین است؟ خب اون یکی ها هم به قول معروف نگاه به دست خالق کن مثل خالق قربیده کن. خب اون یکی ها هم همین کارا رو میکنن. جمهوری اسلامی رو به عنوان نخستین حکومتی که اسلام سیاسی رو بر سر کار آورده و رهبرانش هم ادعای مذهبی بودن دارن نگاه میکنن. خب دارن میبینن هر روز به یک نیرنگی خودشون همین جنایات رو در داخل کشور انجام میدن. مگر آقای ستار بهشتی یا دیگرانی که کشته شدن اونها چه گناهی کرده بودن؟ اونها هم حالا اونجا رفتن گروگانگیری میکنن و سر میبرن و غیره و ذالک، خیلی مشمئز کننده است ظاهرش، ولی در اینجا هم میبینیم در زندان ها در همان زمانی که آقای
رفسنجانی در همین نطقی که شما اشاره فرمودید میگوید ما فسادها را همه را بازتاب نمیدیم واسه اینکه دشمن سوء استفاده نکنه، میگوید دولت 11 هم مظلوم ترین دولت بعد از انقلاب، اون وقت در همین مظلوم ترین دولت روزی 3 نفر دارن اعدام میشن در همین مظلوم ترین دولت. خب مگر شاخ و دم داره؟ اگر وقت اگر قرائت رحمانی این از اسلام، پس قرائت شیطانیش چه جوری ممکنه باشه؟ چه شکلی ممکنه داشته باشه؟ چطور ما نداشتیم یه همچین قرائت رحمانی این شکلی رو قبلا؟ خیلی در صلح و صفا زندگی میکنی، ببخش طولانی شد. من موضوع اینه که کشورهایی که دولت مظلوم یا ظالم نمیخوان، دولت نباید ظالم باشه، اون یه بس دیگه. بلکه مظلوم ترین دولت یعنی چی؟ خود دولت باید کار مردم رو انجام بده، کار مردم رو بندازه رسیدگی کنه. نه ببینید جناب چلنگی، معذرت میخوام فرمایش رو قطع کردم، تنها دولتی است در جهان که اصلا به کار مرد، نه دولت آقای روحانی، دولت هایی که در جمهوری اسلامی بر سر کارمه، تنها دولت هایی هستن که به فکر مردم اصلا نیستن، همش یک هدف هست، نگهداری و تثبیت حکومت، همین، به هر قیمت. تمام سرمایه های مملکت رو شما در این مورد، در این باره باید خرج بکنید، تمام نیرو رو هم باید بذارید که حکومت حفظ بشود به هر قیمتی، حالا اسید پاشی باشه، آدم کشی باشه، روزنامه نگاران رو بگیر، هم بگیر و به بند دائمی 35 سال ادامه داره، تعارف هم ندارن با هیچ کس. من یک توضیح در اینجا در پرانتز بدم با اجازه مهمانان گرامی که وقت اونا هست، و این توضیح این هستش که سینما رکس آبادان بیش از 300 نفر در اونجا کشته شد. چه کسانی دست داشتن؟ جزئیات این تا به امروز اجازه ندادن فاش بشه. اما نکاتی رو که میشه گفت، آقای صیاد اشاره کردن که نمایشنامه نیمه مستند درباره فاجعه سینما رکس آبادان به صحنه بردن که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. من شاهد هستم که چه زحماتی پرویز صیاد گرامی و ارجمند برای اجرای این نمایش کشید و تحقیقات انجام داد. علاوه بر این نکته رو بگم که رئیس دادگاهی که محاکمه میکرد متهمان به واقعه سینما رکس آبادان از جمله یوسف تک علیزاده متهم نخست و آقای موسوی تبریزی، خود من آقای محمدی گرامی به اتفاق آقای سعید نادری گرامی روانش شاد و 2 نفر دیگه از بچه های تلویزیون اون موقع تصمیم گرفتیم و رفتیم برای فیلم برداری از ماجرای محاکمان. در روز دوم نه تنها دوربین ها و همه وسایل رو از ما گرفتن، بلکه اجازه ندادن دیگه وارد دادگاهش به دستور آقای موسوی تبریزی اصلاح طلب کنونی. دادگاه عملا پشت درهای بسته به شکلی دور از چشم بسیاری، مگر خبرنگاران انتخاب شده و مورد تایید رئیس دادگاه و مشاورانش که همین موسوی تبریزی بود قرار گرفت، و تمامی امور تصویربرداری زیر نظر آقای مسعود کیمیایی انجام شد. بله دقیقاً، مسعود کیمیایی کارگردان فعلی و کارگردان سابق که اتفاقا موقع آتش سوزی هم فیلم ایشون گوزها نشون داده میشد. آقای مسعود کیمیایی بگم که در اون موقع هم ریاست کانال دوم تلویزیون ملی ایران رو که تصرف شده بود به عهده داشت و از مشاوران آقای قدس‌زاده بود به اتفاق دو شاعر صاحب نام اون زمان که من فعلا اسم نمیبرم. حالا شما شانس آوردید که خود شما رو اونجا میگم، شما شانس آوردیم با دوستتون که خود شما رو اونجا آقای موسوی تبریزی بلقا الله که اون زمان چون این کار ساده نبود انجامش از طرف آمدگان تازه بربستده قدرت. البته ما در اونجا برای تا حدودی که تونستیم با خانواده های قربانیان صحبت کردیم و به هر حال با دوربین های عکاسی که بر همون آبادان ابتیا کردیم یا خریدیم، عکسایی هم از بیرون گرفتیم که بازم گرفتاری هایی داشت بماند. امیدواریم روزی به طور مفصل جزئیات این مسائل مطرح کنیم. و خیلی سریع بینندگان، من میگم دادگاه رو جمع جور کردن، ادعی رو اعدام کردن و قضیه رو خ
خاتمه داد. حال اون که یکی از متهمان اصلی دست اندرکاران مثلا همین آقای هادی غفاری بود که الان از اصلاح طلبان به نامم هست. آقای سفسری عزیز میبخشید شما رو معطل نگه داشتیم، توضیح طولانی رو من دادم. آقای سفسری، یکی از این مسائل مهمی که در منطقه اتفاق افتاد گروگانگیری در سفارت آمریکا بود، این همین گروگانگیری در سیدنی به طور گسترده‌تر وسیع‌تر در سفارت آمریکا، یعنی نشون داده شد که بله میشه از گروگانگیری به عنوان یک اهرم فشار برای تأمین خواسته ها استفاده کرد. به نظر شما این گروگانگیری سفارت آمریکا چه تأثیر موج برانگیزی در منطقه داشت و اثری برای گروه های اسلام؟ عرضم به حضورتون که اجازه بدین که چون شما یه یادآوری از زمان اول انقلاب کردید که به واقع من اسمشو میذارم یک واقعه و در خلاف اعتقاد خیلی ها که فکر میکنم انقلاب بود انقلاب نبود، ملصف در پی عطر زندگی از بوی گل سرخ گذشتیم و صلیب تقدیرمان را چون مسیح در گوش کشیدیم و گریستیم در زمانی که حتی آسمان هم بهانه‌ای برای گریستن نداشت. این مال اون زمانی هستش که اتفاقا بزرگترین واقعه ننگین تاریخ مملکت ما توسط گروهی خیال پرداز با انجام گروگانگیری صورت کرد و بدعتی شد برای تمام کسانی که از زمره خیال پردازان امروز جهانند که آشوب میکنند. جالب هستش که آقای اصغرزاده یکی از کسانی که به هر حال جزء گروگانگیری بود اخیراً با صدای بلند، البته زیاد از این کسانی که دست داشتن این قضیه اظهار ندامت کردن، ولی آقای اصغرزاده اخیراً جدیداً در یک تلویزیون با صدای رسا در داخل کشور داد میزنه که من اشتباه کردم و عذرخواهی میکنم. اما با این همه به نظر من گناه این دوستان، این آقایونی که امروز به اسم اصلاح طلب حالا تغییر ماهیت دادن، آنقدر نابخشودنی است که ما فجایعی در دنیا میبینیم که سرمنشأ و الگویش رفتار همین آقایون بود. نمونه بارز این قضایا و تبعات شما امروز در ماجرای سیدنی میبینیم که علاوه بر این که حالا اگر دین اسلام رحمانیه که بنا به گفته استاد محمدی اگر واقعا چنین تصوری وجود داره، همه چند روز پیش وزیر اطلاعات خیلی با افتخار اعلام میکنه که اونایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی بودن با تیر غیب در گوشه کنار جهان از بین رفته. اون تیر غیب برای همه تداعی کننده قطعهایی هستش که بیرون از نفت توسط جمهوری اسلامی داره انجام میشه و کوچکترینش همین گروگانگیری هایی هستش که ما جسدگرد گریخته در گروه های مثلا اسلامی میدونیم. ولی چیزی که جالب هستش طبعات آن در دنیا تنها و تنها در تاریخ به نام جمهوری اسلامی ثبت شده و اون چیزی نیستش که با یک بخشش و با یک عذرخواهی از ذهنها بره و از تاریخ پاک بشه. من اینو خواستم تأکید بکنم که این دوستانی که امروز اون واقعه رو انجام دادن و تحت تأثیر جدید زمان شده بودن و صحبتهای آقای خمینی، امروز به صرف گفتن این که من اشتباه کردم نباید بسنده کنم، بلکه راه های دیگری وجود داره، از جمله این که شفاف سازی راجع به این قضیه هر چقدر بیشتر در این مورد شفاف سازی توسط کسانی که خودشون دست داشتن به این قضیه باعث میشه که ماهیت اصلی آن چیزی که ما امروز به عنوان کلیدی که آقای روحانی
میاد باز بار دیگه فریب میده ملت رو، دنبال اصلاح قضیه هستن، اینو باز کنن، افشا کنن، تا ماهیت این که این نظام نه تنها اصلاح پذیر نیست، بلکه به فراخور حالش در هر زمان به هر چیزی متوسل بشه. آقای اسقرزاده رو آقای سفتری اشاره کردن، خوب خیلی هم از این طریق به نوای رسید. آقای اسقرزاده هم وکیل مجلس شدی دورهایی، سخنگوی دانشجویان خط امام، به قول آقای سفتری چون این لطمات عظیمی به مساله یک ملت خورده. آقای اسقرزاده عذرخواهی ایشون، خب چه چیزی رو حل میکنه این همه مصیبتی که این عمل تروریستی برای مردم ایران؟ برای آقای زرقامی بقیهشون به جای رسیدن، همین خانم معصومه ابتکار که رئیس سازمان محیط زیست ایران هست که میبینیم محیط زیست ایران به چه وضعی در اومده و خصوص شهرهای بزرگ، ایشون هم خب سخنگوی اونجا بودن و در یک عملیات کاملا تروریستی شرکت کردن و بعد پاداش گرفتن. مشاور آقای خاتمی بود، جاهای دیگه معاون ریاست جمهوری و تا به امروز کارهای مختلفی. در پرسش از شما جناب محمدی گرامی باز همین هست، نقش اثرات گروگانگیری سفارت آمریکا به عنوان یک عملیه تروریستی که مصالح ملی مردم رو واقعا نه تنها به خطر انداخت، لطمات جبران ناپذیری بر اون رو وارد کرد. این رو در حرکت های به اصطلاح اسلامی در منطقه شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر برانگیزنده بود و به اصطلاح تشویق کننده بود؟ دو جور اثر گذاشت، همونجوری که شما اشاره فرمودید. اولا که در اقتصاد ایران، در وضعیت کلی سیاسی ایران، در ایجاد یک دشمنی واقعا بی پایه و بدون دلیل با جامعه بین المللی و آمریکا، که حالا خودش حکایتی است بسیار طولانی و متاسفانه ما هرچی میکشیم از همون جا که آقای خمینی رو انقلاب دوم نامیدند و واقعا جهان فکر میکرد شاید مثلا عده‌ای از جوانها روی احساسات رفتن این کارو کردن، وقتی که آقای خمینی نه ادامه دادن و نمیدونم انقلاب دوم خوندن، تازه فهمیدن که نه، با یه حکومتی طرف هستن که واقعا دست به هر کاری میتواند بزند و میزند. و از اون موقع تا حالا غیر از اون آثار مالی، یعنی ضررها و زیانهایی که به کشور خورده، اساسا به طور کلی جمهوری اسلامی و ایران از جامعه بین المللی جدا شده و جوری است که الان از نظر اقتصادش و غیر و ذالک در فشار بسیار زیاده، که حالا این فقط یک بخششه. اما اونی که اشاره فرمودید، بنده اول عرضم خدمت رو عرض کردم که اساسا پایه‌ای که نظام جمهور، یعنی سیاسی اسلام، نظام اسلام سیاسی در جهان گذاشت، این پایه رو آقای خمینی و جمهوری اسلامی گذاشت و همه بعد از اون هر حادثه ای که اتفاق میفته میبینیم که جمهوری اسلامی توش دست داره، تعارف هم نداره. نه تنها این که در کشورهای مختلف گروه های مختلف به عنوان گروه های تروریستی میجوشند، ولی ما یادمون نرفته در سال 1982 همین آقای محتشمی پور که حالا باز اون هم جزو اصلاح طلبان شده است، حزب الله لبنان رو بنیانگذاری کرد. و از حزب الله لبنان کارش چی بود؟ غیر از کارهای تروریستی کار دیگه ای نکرده که. و بعد از اون میبینیم حماس و جهاد اسلامی و غیره و ذالک پشت سر هم میان جلو. حالا وقتی که صحبت میشه میگن آقا القاعده رو بله یه روزی آمریکا حمایت کرده واسه مسائل افغانستان، که البته دو تا مسئله کاملا متفاوته. تازه اگر آمریکا هم اشتباه کرده باشه هیچ دلیل نمیشه که بنده همون اشتباه رو تکرار کنم. ولی کلن میخوام عرض کنم که اساسا نطفه این کارها از همون گروگانگیری گذاشته شد. تا اون موقع واقعا در داخل میکشتن و بعد نگاه میکنیم میبینیم که بعد از اون در کشور فرانسه که شما خودتون خوب به خاطرتون هست، یه مدتی هم اونجا تشریف داشتید، در آلمان، در جاهای دیگه مخالفین نظام رو
واقعا قطع قطع کردن آقای بختیار، آقای یعنی یکی دوتا نیست، عرض کردم 148 نفر و جامعه جهانی نه تنها صداش در نیومد، بلکه میبینیم مثلا آقای وکیلی رو بعد از مدت آزاد میکنه و میفرسته. به هر حال ریشه همه این گرفتاری ها و مصیبت هایی که امروز جهان متمدن با آن روبرو هست و من فکر میکنم بعد از این هم بیشتر موجب دردسر جهان خواهد شد، ریشش در همون گروگانگیری هست و در همون نابسامانی هایی که از نخستین روز در نظام جمهوری اسلامی شروع کردن و تا به حال هم ادامه داره. هم فشار بر مردم ایران و هم فشار بر مردم دیگر مناطق و دیگر کشورها که سوریه یکی از نمونه هاشه. آقای صفصلی اشاره کردن به قطعهایی که انجام شده، پیش از این هم بوده، پیش از انقلاب اسلامی همین آقای رفسنجانی نقش مستقیم داشته در قتل حسن علی منصور نخست وزیر وقت، یعنی گفته شده که سلاحی که محمد بخارایی باش منصور رو ترور کرد، آقای رفسنجانی با افتخار بعدها اعلام کرد که ایشون در اختیار گروه بخارایی قرار داده و گروه اساسا فدایان اسلام که میبینیم ترورهای بسیار انجام داده، قتل رزمارا و همینطور اندیشمند بزرگ ایران احمد کسروی و بسیار دیگری که کشتن، که خب میبینیم به دلایل سیاسی قاتل رزمارا در زمان دکتر محمد مصدق با موافقت ایشون آقای مصدق به عنوان نخست وزیر وقت از زندان آزاد شد و بعد رزمارا هم که نخست وزیر پیشتر از ایشون بود که داستان ها بسیار زیاد هست جزئیات. میخوام بگیم که این حربه تروریسم یا این وسیله تروریسم یا هر چی که اسمشو بذاریم تا چه اندازه تنگاتنگ همدوش و همزاد هست با اسلام سیاسی به عنوان به اصطلاح طرح یا برنامه برای حکومت کردن، اسلام سیاسی به روایت رهبر وقت شیعیان آیت الله خمینی؟ ارزم حضورتون که به واقع اون چیزی که راجع به اسلام و اسلامگرایی مربوط میشه، صرف نظر اون چیزی که امروز از اسلام چهره‌ای که اینا ساختن، من هیچ تخصصی در این قضیه ندارم که راجع به مسائل دینی صحبت کنم، اما عملکردی که به عنوان پیشقراولان دینی به عنوان کسانی که مصلح جامعه هستن و اسمشون ما میزنیم روحانی، عملکرد اینا در طول تاریخ ما صرف نظر از این که در یک دوره از تاریخ ما اون هم برای رسیدن به قدرتی بود که امروز گرفتن، یعنی دوران مشروطیت، هیچ کارنامه درخشانی از این قشر از جامعه امروز باور ایران ما ندید. بنابراین واقعیت امر به نظر من نمیتواند آن چیزی باشد که از اسلامی که اینا دارن به اصطلاح پیاده میکنن، چرا که ما قبل از انقلاب، شما اگر یادتون باشه قبل از سال 57 مردم داشتن کار خودشونو میکردن و امر دینی خودشون هم در حد وجودی که به هر حال اینا رو ارضا میکرد به لحاظ روحی انجام میدادن، کسی هم دخالت نمیداد این رو به مسائل سیاسی. اما از زمانی که اسلام سیاسی رو آقای خمینی وارد مسائل روزمره زندگی ایران کرد، آنچه به سر ما آمد که امروز میدونیم و نتیجهش میشه به خلاف تصور آقای پیر جماران که جهانی بشه و نهادینه بشه این موجودیت اسلام سیاسی، بلکه الان شما گروه های ایرانی رو میبینید که گروه به ادیان دیگه دارن پیوند میخورن و تصوری که دارن هر آنچه که حتی اگر ناشی از عملکرد بد سیاست مداران امروز باشه به نام اسلام میگذارن
که در ذات نه اسلام بلکه هر دینی به نظر من میتواند بازدارنده آنچه که انسان به اون به واقع نیازمند هست، یعنی اخلاق. من تاکید دارم که در تمام این موارد به این مسئله خیلی تکیه داده بشه، و علاوه بر این که همه فکر میکنن دین و دین باوری میتواند اخلاق را در جامعه زیاد کنه، ما میبینیم که اصلا میتونه. حتی در ادیان که فکر میکنیم خیلی مترقی هستش که شق بد اونو به دلیل نداشتن حکومت‌های دینی ما ندیدیم، مثل مسیحیت که البته دوران رنسانس نمونش هست. معلصف اون چیزی که امروز مطرح هستش آقای شالنگی، مسئله اسلام از نوع جمهوری اسلامی است، وگرنه چیزی که ما به عنوان دین باوری از زمان قبل از این قضایات داشتیم تا حالا لطمه ایده ما نزده، مگر اینکه آوردن اینو در قضیه سیاست وارد کردن و به نوعی در همه امور ما دخالت داشتن. یعنی اون چیزی که طی قرنها سرقل خورده بود و به عنوان این گفته روزبره مردم بود، عیسی به دینش، موسی به دینش، بله، در کوچه و خیابان، مسیحی بود، یهودی بود، زرتشتی بود، بی‌مذهب بود، مسلمان بود، شیعه بود، نماز شب میخون، نماز قفیله میخون، نمیخون، زندگی میکردن، دین جای خودش رو پیدا کرده بود و بود. ولی آمدن به عرصه حکومت و سیاست و اونطور که خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران میگه و مدعی ایشون مدعی قرائت رحمانی حکومت ایران هست از دین و اسلام، چون این حکومت آقای محمدی واقعا میتونه چون این ادعای داشته باشه، وقتی که میبینیم دختر ایرانی و دختران ایرانی مثل مهدیه گررو همچنان در زندان هست، هنوز حتی بهش نگفتن جرم چی هست، و دختران دیگری، حکیمه شکری و بسیاری بسیاری دیگری، و چون این حکومتی رو میشه گفت قرائتی رحمانی از دین و به خصوص از اسلام داره، وقتی سازمانی مثل گزارشگران بدون مرز میگه ایران سومین زندان روزنامه نگاران هست، چون این حکومتی رو آیا میشه گفت قرائت رحمانی از دین به خصوص اسلام داره، وقتی که میبینید همینطور در زندانهای ایران معلمین هستن، وکلای دادگستری هستن، زنان، مردان، دختران، پسران و و و و بسیاری که بینندگان ما میدونه، و چون این حکومتی آیا دارای قرائت رحمانی از دین به خصوص اسلام هست، وقتی که یکی از ارکان اساسی اون از ابتدا تا به امروز آقای رفسنجانی میگیم میلیارد ها میلیارد دلاری که فعلا دزدیدن این فقط نوک کوه یخه. حضورتون عرض کنم که من یه وقتی به یه دوستی میگفتم، یه دفعه خدمت شما هم عرض کردم، اینها لطمه این که به خود اسلام زدن والا بیشتر از لطمه ایست که به ایران زدن، چون ایران به هر حال سر پا خواهد ماند، ایران کشوری است که از این حوادث زیاد دیده، ولی واقعا لطمه این که زدن به اسلام خیلی خیلی زیاده. خانم مرضیه افخم جالب استش که میاد حالا حادثه گروگانگیری در سیدنی رو محکوم میکنه. شما اصلا تا به حال ندیدید که یک حادثه تروریستی دیگر رو جمهوری اسلامی، حالا اینم چرا داره این کار میکنه؟ به خاطر اینکه حالا اسم ایرانی هست وسط و نمیدونم این بابا در ایران بوده و نگم که اینا از ایران هدایت شده از این حرفا، ولی هنوز که هنوزه. خاطرتون هست وقتی برج‌های دوقلو رو اونجور منفجر کردن، تا به حال جمهوری اسلامی یک بار نشده است که محکوم بکنه، هیچ وقت هیچ یک از حرکات تروریستی رو محکوم نمی‌کنه. تازه اسم این رو هم میذاره اسلام رحمانی. اگر اسلام رحمانی این است، پس اسلام شیطانی چگونه خواهد بود؟ شما اشاره فرمودید به سخنان آقای رفسنجانی. ببینید آخه خیلی جالبه، غیر از کشتن، غیر از زدن، غیر از
اسید پاشی، غیر از دست و پا شکستن، عملاتی که میکنن و روزنامه نگارانی که دائم در زندانن. آخر یک نفر مثلا میره، فرض بکنید، برای تهیه یک گزارشی تهیه کرد و واقعیت رو مینویسه، باید بیاد بره زندان و یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگاران هست. دختری میرود مسابقه والیبال تماشا کنه، با اون افتضاح میگیرنش میندازن زندان. یا اون یکی میاد از خودش دفاع بکنه، بعد به جرم قتل میان قصاصش میکنن، اعدامش میکنن. اینا تازه اسلام رحمانی است. اگر این اسلام رحمانی است، چجوری میشود آخر به دیگران، یعنی واقعا وقتی آدم نگاه میکنه در گذشته، همونجوری که الان اشاره فرمودید، هر کسی به راه خودش میرفت، کسی هم کاری به کار کسی نداشت. برای اینکه اسلام در سیاست حکومت و سیاست دخالت نمیکرد. البته تا زمان رضا شاه به طور کلی آخوندها شریک قدرت بودن، همواره، حتی در زمان قاجار و غیره شریک قدرت بودن، اما مستقیما حکومت رو وقتی به دست گرفتند، واقعا به جایی دارن میرسونن که اساسا یک بار آقای خمینی یک مسئله جالبی رو گفت، گفت اسلام اگر این بار سیلی بخورد دیگه نمیتونه بلند شد. و واقعا هم همینجوری هست. اگر این نظام رو، البته وظیفه بسیار سختی است، عرض کردم جامعه جهانی با مشکل بسیار بسیار بزرگی روبروست. یه موقعی مسئله کمونیسم بود، آدم میدونه، یعنی در سطح سیاسی رفتار میکردن با هم دیگه، اختلافی هم که داشتن حل کردنش راههای دیگری داشت، ولی الان با پدیده‌ای به اسم تروریسم مواجه هستن، نه فقط کشورهای شرقی بلکه خود کشورهای غربی هم. تعجب آور است که مثلا از انگلستان 200 نفر بلند شدن برن به داعش به پیوندن، یا از فرانسه و غیره. این هستش که این اسلام رحمانی که ایشون ازش یاد میکنه، من فکر میکنم بیشتر فریبکاری و ترفند جمهوری اسلامی است. این وقت کم هست آقای صفدری عزیز، یک دقیقه وقت داریم. اون چی که رفسنجانی درباره فساد گفته، ابعادش رو شما چه اندازه بزرگ میبینید؟ ببینید، عرض موضوعتون چیزی که به نام فساد الان داره در جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد داره انجام میشه، که آقای رفسنجانی این مثال کلیخ رو میاره، یک بازی بیش از حرف نیستش. و حتی آقای دولت روحانی هم نه تنها نمیتونن جلو این قضیه رو بگیرن، کما این که فرمان 8 ماده‌ای آقای رهبری نظام آقای خامنه ای هم پس از 13 سال از صدور این فرمان نتیجه جز ازدیاد این معضل اجتماعی در کشور نبوده. بنابراین چیزی که به عنوان فساد و مبارزه با اون فعلا در جمهوری اسلامی داره انجام میشه، یک نمایش بیشتر نیست. و جالب این که بهتون بگم که همین چندی پیش آقای روحانی در یک همایشی که با 2 تا از سران قوه دیگر برگزار کرده بودن، یه نامه می‌نویسن برای آقای خامنه ای که آقا شما هم بیاین در افتتاحیه این مجلس این همایش رو حرفی سخنی بزنید، که ایشون در حاشیه نامه می‌نویسن این همایش‌ها چه اثری داره، برید ریشه را بکنید. غافل از این که دیگه دوره سیاه‌بازی تمام شده و تمام سرچشمه این فساد در بیت معظم این آقا حضور داره و به صلاح قلیان پیدا میکنه. سپاسگزار هستیم آقای بیژن صفدری عزیز، با سپاس از شما و از آقای محمدی گرامی. پیام های ما داشتیم، علی سوهی با سپاس از شما و همینطور خانم حاله باقرزاده و دیگران. پیام های بسیاری هست، باران، خسرو، فرهادی و محمود موسادوس و بسیاری دیگر از دوستان. امیدواریم متن پیام های این دوستان رو در برنامه های آینده قرار داد کنیم، بخونیم برای بینندگان.
سپاس دوباره از میهمانان گرامی برنامه. میهمان برنامه فردا در تفسیر خبر آقای حسن دایی خواهد بود در زمینه آنچه که در ایران میگذره و در عرصه منطقه و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران با ایشون گفته بود خواهیم کرد. پرسش هایی اگر دارید برای ما روی صفحه فیسبوک حتما بگذارید، صفحه که نشونیش روی صفحه تلویزیونتون میبینید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران دراک، تفتان، الوند، کوه آسماری و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد. We'll be right back.